به این شکل در اومد. میبینید خوشگل. ببین چی شد. میگم ویجیتریان ها غذای خوشمزه نمیخورن. اینجا رو ببینید معرکه است. از غذایی که داخلش گوشت و مرغ و ماهی داره خیلی خوشمزه تره. آشپزی گیاهی یعنی مدیتیشن. اونایی که گیاه خورن وقتی که آشپزی میکنی مدیتیشنه، چون ذهنت ساکت میشه و تمام تفکرت رو چیزیه که میپزی، از افکار و محیط فارغ میشی. امیدوارم که آقا تأخیر ما رو ببخشید، من گیاهخوارا رو خیلی دوستشون دارم. این برمونم کامنت نذارید جواد جوادی غذای گیاهی آموزش میده. یه پلیلیست دارم تو همین پایین دیسکریپشن میذارم، یه عالمه غذای گیاهی خوشمزه آموزش دادم. بریم سراغ مواد اولیه و ادویه سازی. اولین کاری که میخوام بکنم ادویه سازی رو بهتون آموزش بدم. خب ادویه هایی که داریم، من در آسیابو باز میکنم، شما سایده شده شو اگه دوست داشتید بگیرید، ولی حرفه‌ای ها خودشون میسازن. یک قاشق غذاخوری زیره، نمک یک قاشق چای خوری، زردچوبه نصف قاشق چای خوری، پاپریکا یک قاشق چای خوری، ادویه کاری خوب یک قاشق چای خوری، 3 تا دونه هل و 3 تا دونه برگ بو کوچیک و یک دونه چوب دارچین. این از این مرحله اول شد. یه بشکونم این فلفل سیاه توش میریزم، اینا رو میسام و برمیگرد. ذرت داریم یک کاپ کوچیک، نخود فرنگی یک کاپ، گیشنی تقریبا 10 گرم، پیاز چه تقریبا 10 گرم، پیاز قرمز یه دونه، پیازش حتما قرمز باشه، کلم سفید داریم، نمک و فلفل، سه حب سیر، یه دونه فلفل تون و یه دونه هویج. حالا کارم رو با هویجا شروع میکنم. این غذا خیلی راده است و آسون درست میشه. برنجم 1.5 پیمونه آماده کردم. وقتی که اینا هم اضافه بشه این غذا برای 3 نفر میشه. این از هویجا. هویجا رو به این شکل خردش میکنیم. میبینی؟ خیلی راحت خرد میکنیم. سعی میکنیم همه یه دست و یه اندازه بشه. این از هویجا من خردش کنم و زیاد نمیخوام فیلم طولانی بشه. اینم تقدیم به برای بچه های گیاهخوار، غذا مشتی و خوشمزه. گیاهخوار بودن این نیستش که ما غذاهای خوشمزه نداشته باشیم. غذای گیاهی خوشمزه‌ای داریم که از گوشت خیلی خوشمزه تره. این هم از کلم سفیدمون به شکل رشته های باریک خوردش میکنیم. این غذا اللحاظ مغذی بودن هم یه غذا کامل و خوشمزه است. این هم از کلممون، کلمم بذارم کنار و میام سراغ پیازچه. پیازچه همونم به همین شکل همه رو یه دست و یه اندازه خوردش میکنیم. حالا اگه میخواید کارتون راحت بشه، میکس وجی بهش میگن. اینجا تمام سبزیجات رو خرد کرده به همین شکل، همین چیزایی که من دارم آماده هم میفروشن، میتونید بگیرید و زیاد براش وقت نذارید. بیام سراغ پیاز و اینم از پیازان هم به همین شکل به صورت برش های نازک، اما خیلی نازک، میبینید پیازارم خوردش میکنیم. حالا تنها چیزی که مون برای خورد کردن سیرمونه. بیام اینجا سیرم سعی میکنم نوار باریک در بیارم و اینم از سیر، اینم از سیر. سیرمونم به این شکل خوردش میکنیم و فلفل خیلی نازک خوردش بکنید که تو تمام قسمت های این پلوی گیاهیمون بره و خودشو نشون بده. این فلفل خیلی تنده و آتیشی، حتما هم این غذا باید به تندی بزنه. اما گیشنیزم ریز ریزش میکنم، اما نه الان، آخرین مرحله. این روغنی هم که اینجا دارم روغن دودی، فیلمش آموزش دادم، لینکشو تو دیسکریپشن میذارم که طعم دودی و خوشمزهی بهش میده. اینا رو مرتب کنم و برگرد. شعله بالای بالا باشه، یعنی شعله به هیچ عنوان از اول این غذا پایین نیاد. اینو از چین گرفته تا کشور عربی این فرای رایس رو دارن و اینم استایل ایرانیشه که دارم بهتون آموزش میدم. این روغنم روغن اسموکیه، میبینید موادی که توش داره باعث دودی شدنش و خوشمزه شدنش میشه. تا
تمام موادمون هم پخته شده است. خب پیاز که یه تفت کوچیک خورد، چی از همه دیر پس سره؟ هویج. هویج هم میره با پیاز. شروع میکنیم تفت دادن تا رنگش کاملا تغییر بکنه. اما یه مقداری هم نمک اضافه میکنم که به شکسته شدن بافتشون کمک میکنه. حالا میرم 3-4 دقیقه دیگه برمیگردم. پیازامون که به این شکل در اومد و هویجمون نرم شد، البته نرم نرم 100% نباید بشه، تو همین مرحله ادویه رو اضافه میکنیم. حالا این ادویه که تفت میخوره طعم و رنگش چندین برابر میشه. اینم از ادویه ها. ادویه هم که یه تفت کوچیک خورد، تفه و کلمو بهش اضافه میکنیم. اینم از کلممون. کلم هم خیلی زود 1-2-3 نرم میشه، مرحله به مرحله بهتون نشون میدم. اما کلمو چریختیم، بعدش پیاز شرم اضافه میکنیم و همینطور سیر و فلفل. حالا اینا رو با هم دیگه حسابی تفت دیدم تا بافتشون کاملا نرم بشه. چه عطر و بویی را افتاده تو این خونه. انگوری انگوری رو خانم اونم یاد گرفته. این اسلنگی ایران بلد نیسته. باغت آباد انگوری وقتی شراب خوب بود گفتن باغت آباد انگوری، یعنی اونی که اون انگور رو کاشته. چی کاشته؟ آقا اینم آماده شد. ببینید به این شکل لنوان میبینید خوشگل. به 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 به. اینم از ذرت پخته شده و اینم از نخود فرنگی پخته شده. اینا رو هم میذاریم کنار. من نمکش رو امتحان کردم، نمکش کم بود، یه پینچم نمک و میریم سراغ برنج. اینم 1.5 پیمون برنج پخته شده رو هم بهش اضافه میکنیم. برنجی هم که از شب مونده باشه رو شما میتونید بهش اضافه کنید. اینم از برنج و شروع میکنیم دیگه به مدت 2-3 دقیقه هم زدن با هم دیگه. ببین چی شد. به به به. عطرش خونه رو برداشت. میبینید آقا روغن هم نداره، فقط خواهش هم زیاد روغن نگذید. ببینید کف مایتابه هم روغن نداره. عطر و بوش در اومد. میرم برای سرو کردنش. اینم جعفری رو هم گیشنیزم منظرم میخوام گیشنیزم به این شکل. این با گیشنیز تازه سرو بشه خیلی خوشمزه میشه و اون طعم تازگی و فرش بودن اون گیشنیز با طعم پختگی این با هم دیگه مخلوط میشه. یه ذره هم از بالا اسپلاش میکنیم روش و تمام. That's it. یه غذای خوشمزه و خوب. آقا ویجیتریان بودن یا ویجیتریان شدن یا حتی وگان شدن، اگه دانش و علم آشپزی رو داشته باشی برات محدودیت ایجاد نمیکنه. و اینکه فقط مثلا شما یه گوشت و مرغ و اینا رو حذف کنی برات محدودیت نمیاره که. و جایگزینا رو هم باید بشناسی. من غذای گیاهی خیلی زیادی درست کردم. اینم به عشق برای بچه‌های یوتیوب، به عشق اونایی که هی کامنت میان اینور اونور میذارن میگن آقا غذا ویجیتریان آموزش بده. اینم تقدیم به شما. درست بکنید، اگرم درست کردید عکسشو بندازید برای من بفرستید تو اینستاگرامم. این سبزیجات هم تهیه کردن شاید سخت باشه براتون. اگه تو ایران زندگی میکنید ویجی میکس میفروشن، من دیدم تو فروشگاه های آنلاین. و اگرم کشورهای خارجی و اروپایی هستید یا امریکا، میتونید که از همین سبزی بسته‌بندی شده بگیرید و این غذا رو درست بکنید. اما ادویه هاشو لطفاً دستکاری نکنید، خیلی براش زحمت کشیدم. دوستتون دارم و به خود بزرگ میسپارمتون.